به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب تهران، یکی بعد از ظهر برفی و سرد واشنگتن، با شما خواهم بود در تفسیر خبر از ایران فردا، شبکه تلویزیونی ایران فردا. در این برنامه میپردازیم به آنچه که آقای حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری حکومت فقیه، درباره همه‌پرسی در مورد موضوعات مهم گفته و واکنش‌های دیگر مسئولان و کارگزاران ولایت در برابر سخنان او. و آنچه که آقای اژه‌ای از مسئولان قضایی دستگاه حکومت ولایت فقیه درباره محاکمه به گفته او سران فتنه ایراد کرده است. چرا در این شرایط و این زمان بار دیگر حمله به میر حسین موسوی، نخست وزیر آیت الله خمینی و آیت الله کروبی، از انقلابیون نخستین و از کارگزاران حکومت اسلامی آغاز و گسترش یافته است و خبرهای دیگر در همین زمینه. با من و شما هستند در استکهلم آقای کوروش اعتمادی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، و در ترکیه آقای مازیار شکوری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی عزیز، با سلام به شما. با درود به شما جناب چالنگی گرامی، دوست عزیزم آقای مازیار شکوری و همکاران بسیار گرامیتون در تلویزیون ایران فردا و هموطنان عزیزم، به شما درود میگم. آقای اعتمادی گرامی، به ما بگید در سوئد هم الان برف میاد یا نه؟ هنوز نیومد. پیش بینی کردن که به زودی برف خواهد اومد. فکر کنم هوا هم داره سرد میشه. این به حال زمینه اینه که به حال بارش برف هم به زودی آغاز خواهد شد. خب اینجا برف از شب گذشته آغاز شده و همینطور داره میباره. خیلی از مدارس منطقه واشنگتن که شامل ویرجینیا و مریلند میشه و خود واشنگتن، شهر واشنگتن، این مدارس رو تعطیل کردن امروز صبح. این هست برای ایمنی، این سنتی هست از قدیم بوده در آمریکا، اما برفروبان همینطور مشغول هستند. بله. به هر حال به شما نیز سلام میگیم آقای شکوری گرامی در ترکیه. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و جناب اعتمادی، همکاران شما و بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم شما. با سپاس از شما. آقای اعتمادی عزیز، ببینید با آقای حسن روحانی، حالا که کار به اینجا کشیده که تورم همچنان دو رقمی هست در ایران، بیکاری همچنان، نرخ بیکاری دو رقمی هست، قیمت نفت در حال پایین اومدن هست، دزدی ها و فساد مالی گسترش بیشتری پیدا کرده و و و، حالا به اینجا رسیده که بله بیاییم رفراندوم کنیم راجع به مسائل مهم. 36 سال تمام حکومت و کشور و درآمدها و همه دست شما بود، هر کیم گفت یک کلمه حرفی زد راجع به زمینه، کارشناسان اقتصادی گرفتید تا بقیه گرفتید، زندان کردید، شکنجه کردید. این رفراندوم همه پرسی منظور چی هست؟ شما چه ارزیابی دارید؟
من فکر کنم دو علت میتونه داشته باشه این موضع‌گیری که اخیرا حسن روحانی کرده در رابطه با مسئله همپرسی عمومی یا رفراندوم. یکی مسئله مذاکرات هسته‌ای است و هست، یکی مسئله اونه و یکی هم مسئله همین سیستم راندخاری یا این به هر حال وضعیت اقتصادی تو کشور هست و میدونیم که به هر حال منابع ثروت و تولید بیشتر دست یک جناح هست. من فکر می‌کنم که بیشترین انگیزه حسن روحانی از مطرح کردن این دو اصل میتونه باشه. به هر حال اون مطمئن نیست که در پایان این مذاکرات هسته‌ای که در پیش هست رهبر جمهوری اسلامی بیاید تایید کنه و قبول بکنه نتیجه این مذاکرات رو. ممکن است او همه چیز رو نفی بکنه و دولت حسن روحانی با مشکلات بسیار مثلا در رابطه با مسئله تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی که میتونه به هر حال بر دولت او بیاره و این یکی از دلایل اصلیش من فکر میکنم این است که او مطرح میکنه بیایم همین پرسی انجام بدیم. و یکی هم مسئله همین برشک تصاحب قدرت سیاسی و این انحصار قدرت سیاسی، انحصار روی منابع اقتصادی کشور که دست بیشتر روحانیت سنتی است و سپاه پاسداران و اون به حال این دو موضوع رو به حال یکم مشکلات خودش میبینه و این رو میگه بیاین به همین پرسی بگذاریم. ولی خب به حال معضلات و مشکلات کشور بسیاره. من نمیدونم برشک حسن روحانی در رابطه با کدوم موضوع بیشتر مسئله اینی که رفراندوم انجام بده، ولی موانعی هم در پیش رو هست در رابطه با مسئله اینکه این بخواد رفراندومش انجام بده. اینو حسین شریعت مدیری اتفاقا در یکی از مقالاتش عنوان میکنه. او میگوید اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید اگر مردم در یک همپرسی عمومی به یک موضوع خاصی رأی اکثریت مثبت بدن، در واقع بعد دو سوم اون مجلس که الان وجود داره او رو تایید کنه که این بتونه به حال اون همپرسی اجرا بشه. و یک نکته دیگر هم که حسین شریعت مداری میگه اصل 177 قانون اساسی اساسا میگوید اگر به حال همپرسی عمومی انجام گرفت، یک موضوع از سوی مردم تایید شد توی همپرسی عمومی، رهبری میبایست برشکل این رو تایید بکنه. یعنی در واقع دو مانع اصلی حتی وجود داره، یعنی اگر رفراندوم هایی که اگر عملی بشه در واقع این دو مانع وجود داره که اساسا به نظر من با توجه به اینکه اکثریت کنونی مجلس دست اصولگرایان هست و از اون سوی هم رهبر هم بر طبق قانون اساسی یا ماده 179 میتونه وتو بکنه، در اینکه من فکر میکنم اساسا عملی نیست. من یه نکته دیگر رو اجازه بدید مطرح کنم. اساسا مسئله همه‌پرسی عمومی یا رفراندوم این مال جوامع کشورهای مدرن و دموکراسی مدرن هست. این به این شکل هست که در بخشی مواقع احزاب سیاسی یا نیروهای سیاسی در یک کشور نمیتونن در سر یک تصمیم سیاسی تصمیم بگیرن، به یه توافق برسن، در به جامعه رجوع میکنن، به آرای عمومی رجوع میکنن و در واقع آرای عمومی یا این همه‌پرسی تعیین کننده اون تصمیم هست. و در واقع میدونیم که رفراندوم در کشوری انجام میشه که دموکراسی هست، یعنی احزاب به صورت آزاد همه مسائل رو مطرح میکنن، رسانه های عمومی آزاد هست، همه مسائل مطرح میکنن، مردم آگاهی دارن، شناخت دارن از همه مسائلی که در مورد اون تصمیم گرفته. من میخوام بپرسم در جمهوری اسلامی اساسا چنین فضای سیاسی وجود داره که این آقایون حالا اومدن رفراندوم رو مطرح میکنن یا همه پرسن؟ درش من فکر میکنم نه شرایطش وجود داره برای برگزاری رفراندوم، نه اصلا امکانش وجود داره با توجه به اون مسائل موانع قانونی که وجود داره در جمهوری اسلامی. خب نمونه هایی که اشاره کردن آقای اعتمادی که اخیراً بوده در خود انگلستان مثلا درباره استقلال اسکاتلند بوده، در مورد پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه اروپا، اینا مسائلی بوده که در بسیاری از کشورهای اروپایی در قوانینشون پیش بینی نشده بود موقعی که قانون اساسی اون کشورها رو نوشته شده بودن، در اینکه به رفراندوم دست زدن و جای مختلف همونطور که اشاره کردن مثلا در کانادا برای استقلال کبک. اما آقای حسن روحانی نه اشاره کرده به موضوع رفراندوم و به هر حال شاید یه نوع باز همون ترفندهای یا زیرکی ملایان شیعه هست که چنین میکنن، چون صحبت رفراندوم هم بسیاری جاها بوده، ایشون هم این کلمه رو به هر حال انداخته در دهان مردم. اما شما اشاره کردید روحانیت سنتی ایشون ناراحت هست، خود ایشون از کجا اومده؟ ایشون هم یک کارگزار حکومت فقیه بوده، از روحانیت سنتی آمده، در جای دیگه نیومده آقای اعتمادی؟ کاملا باهاتون موافق هستم. به هر حال حسن روحانی خب ما می‌دونیم که پیشینه گذشته بیشتر امنیتی بوده،
و بیشتر به جنای اصولگرا به هر رو نزدیک بوده، ولی سعی میکنه در دوران ریاست جمهوری یک توازن قدرت رو در بین جنای حکومتی به وجود بیاره. گاهی وقتی به راست میزنه، گاهی وقتی میانه است، گاهی وقتی حتی به جریانات حالا لیبرال، حالا چپ، جنای چپ حکومت جمهوری اسلامی. بله، این همون روحانیت سنتی ایران هست که در طول تاریخ وجود داشته، همون ریاکاری و نان رو به نرخ روز خوردن هست از زمان پافت و پیشتر نالیدن از چنین روحانیتی که هستن. آقای شکوری گرامی، مردم میان به هر حال علل اصول دولتی رو انتخاب میکنن، حکومتی رو، بعد حکومت موظفه، به خصوص چنین حکومتی که انتخاب هم نشده، مثلا رهبری ولی رهبری حکومت، اون بالا نشسته نماینده خداوند هست، آمدن و تمام این کارا 36 سال کل مملکت دست خود اونها بود. الان کار به کجا رسیده که رئیس جمهوری همین حکومت به قول بسیاری ریاکارانه صحبت از رفراندوم برای حل مشکلات میکنه، حال اون که کسانی مثل آقای زیبا کلام، صادق زیبا کلام، جامعه شناس میگن رفراندوم راه حل مشکلات ابدا نیست. بفرمایید. بله جناب چالنگی، توجه داشته باشید، نگاه کنید، من یه اشاره میکنم به صحبت اخیر آقای محبیان از روزنامه رسالت. ایشون البته قبل سال گذشتم یه صحبتی کردن، امسال هم همون صحبت رو دوباره آمدن و تاکید کردن. ایشون گفتن که آوردن حسن روحانی سیاست نظام بود و نظام با این حرکت خودش یک استراتژی رو دنبال میکنه در زمینه هسته‌ای، در زمینه‌های دیگر، و حتی ایشون اشاره کرد که نظام نشون داد که احمدی نژاد رو و کسانی رو که به اونها اعتماد نداره ساخت قدرت کنار میذاره و سعی میکنه آقای روحانی رو که اعتماد داره نظام به او رو بیاوره در همون نقطه قرار بده. بنابراین اول بایستی این رو ما مفروض بگیریم که آقای روحانی از بدنی خود نظام هست، با یک برنامه خاصی وارد شده، با تایید آقای خامنه‌ای وارد شده، تمام اینها برنامه ریزی شده است. اما اون چیزی رو که آقای روحانی دارن به عنوان رفراندوم مطرح میکنن، نگاه کنید، هر چه که باشه بنابراین به نفع مردم ایران نخواهد بود، همون ریاکاری هست که شما فرمودید. مسلم هر چه که باشه در جهت منافع حاکمیت خواهد بود، چون آقای روحانی اگر چنانچه، البته اگر تعهدی به مردم داشته باشد، تعهد بزرگترش رو نسبت به حاکمیت داره. ایشون همیشه هم که پستای امنیتی دارن، رئیس شورای عالی امنیت ملی بودن سالها به عنوان نماینده آقای خامنه‌ای در اونجا. بنابراین این یک مورد هست. مورد دیگر این هست که اگر واقعا آقای روحانی بحث رفراندوم را در جهت حقوق ملت مطرح میکرد، همونجا باید میگفت که رفراندوم در چه موردی بگذارن. ایشون نگفته است. این خودش یک مورد هست، کما اینکه احتمال دارد با این عوام فریبی که اینها از طریق یک سری اصلاح طلبان حکومتی، البته عرض میکنم نه همه حالا اصلاح طلبان، که سعی بر این دارن که مردم رو بفریبند، این احتمال وجود دارد. بنده اشاره میکنم به سال 90، سخنرانی آقای خامنه‌ای در کرمانشاه. آقای خامنه‌ای در اونجا یک سخنرانی کردند و ایراد گرفتن تا حدودی از ساختار ریاستی، ریاست جمهوری، و ایشون گفتن که این احتمال وجود دارد که ما در آینده بخوایم قانون اساسی رو تغییر بدهیم، همه کرسی بگذاریم و پارلمانی بکنیم، ساختار رو به پارلمانی تغییر بدهیم. همون زمان واکنش های نشان داده شد، طیف احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی مخالفت کردند، اما علی لاریجانی رئیس مجلس آمد و دفاع کرد از این نظریه، در مجلس بحث‌هایی در گرفت و همه ما می‌دونیم که برادران لاریجانی منعکس کننده نظر آقای خامنه‌ای هستند. این احتمال وجود دارد که از طریق عوام فریبی که این آقای شیخ بنفش دارد انجام می‌دهد به پشتوانه خاتمی و برخی از اصلاح طلبان، رفراندوم در این جهت برگزار بشود که اصلا ریاست جمهوری ملغا بشود، نظام پارلمانی بیاد و دست آقای خامنه‌ای باز باشند و هر چه بیشتر بخوان که جمهوریت نظام رو از همینی هم که هست بیشتر از بین ببرن و مفقودتر کنن. کما اینکه تازگی ها هم البته صحبت هایی شده در مورد اینکه برخی از آقایان روحانی اون گفتن که اون چه که در قانون اساسی است، همه حقوق رهبر، همه وظایف رهبر، همه اختیارات این آقای رهبر نیست. بنابراین احتمال دارد این چیزی که الان در ذهن بعضیا هست که رفراندوم برای حقوق ملت، همین حرف رو دنبالش رو بگیرن و رفراندوم بگذارن برای اینکه
یا نظام ریاستی رو تغییر بدن، به پارلمانی تبدیل کنن، و یا حتی بخواهند که باز هم اختیارات آقای خامنه ای را در قانون اساسی بیشتر بکنن، کما اینکه زمانی که آقای خامنه ای آمد این کار را اینها انجام دادن. این یک مورد. اما چنانچه اگر شکوری ببینید، شما میگین جمهوریت نظام رو در همین حدی که هست از بین ببرن. ببینید در همین حدی که هست به چه درد مردم میخوره این جمهوریت، و اساسا جمهوریت و دین، هر دینی با پسوند جمهوریت مسیحی هر جا، جمهوریت بودایی هر جا، جمهوریت هر دینی اسمشو بذارید، جمهوری اسلامی با پسفندش که این پسفند بیشتر اجرا میشه، ناشی از دخالت حضور قدرتمند دین در عرصه حکومت و سیاست است. بله، نگاه کنیم به سوال اول شما پاسخ بدم. نگاه کنیم همین جمهوریتی هم که الان مونده به درد مردم نمیخورد، فقط فریبی است. یعنی نامش جمهوری است، حق حاکمیت در اونجا معنا ندارند، یک صورتی است که فقط مردم باید برون سر صندوق رأیشون رو داخل صندوق بیاندازن و مشروعیت بدن به جنایت آقای خامنه ای. بس این به درد مردم همین هم نمیخوره، فقط نامی است، معنا ندارد، محتوا ندارد. این از این. اما بس این است که آقای خامنه ای میترسد، دیکتاتور میترسد. آقای خامنه ای دیگه حال و حوصله این را ندارد که هر روز یک انتخاباتی بشود، سر صحبت بماند مثل سال 84، 88 و همین 92. آقای خامنه‌ای میخواد بالکل غال قضیه رو بکند. از روز ابتدای انقلاب هم همین بود. یعنی اینا گام به گام آمدن این حرکت رو انجام بدن. آیا حق نداره به نظر شما؟ ببینید در مجلس وستا خبرگان که قانون اساسی رو می‌نوشتم، من بارها گفتم اشاره کردم، من در اونجا بودم به همراه گروه که برنامه تهیه می‌کردیم برای تلویزیون ملی ایران که به تصرف انقلاب در اومد. آقای بنی صدر هم و بقیه کسان بودن در اون مجلس. شما من میدونم به اعتبار نزدیکی که دارید میتونید بپرسید این نکته رو. بودن کسانی که حرفی میزدن بسیار روشن که آقا ما جمهوری نمیخوایم، ولایت فقیه هست و ولی فقیه اون بالا آقای خمینی بود، ایشون هست، قانون اساسی هم حتی نمیخوایم، قرآن هست، قوانین اجراییمون هم شریعت هست. اما جمهوریت رو انقلاب تحمیل کرده روحانیت سنتی ایران که به قدرت رسیده. آقای شکوری نیست؟ آقای خامنه‌ای حق داره شاید وارث یک حکومت به جامانده از آقای خمینی هست که این حکومت، حکومت فقیه هست، رئیس جمهوری کما اینکه نخست وزیری رو همون اوایل حذف کردن. بفرمایید. بله، نگاه کنید، آقای خامنه ای به عنوان وارث آقای خمینی که یک رژیم سراسر جنایت رو ایشون تحویل گرفته، بله. اما اگر بخوایم درست نگاه کنیم، آقای خمینی این حق رو نداشتن، به علت به این جهت که آقای خمینی در نوفلاشاتو که بودن شدن بیان انقلاب، در اونجا هر چی که میگفتن ولایت فقیه نبود، ولایت جمهور مردم بود. فرقی بین نمیدونم آخوند و ملا و این بنده و شما کراواتی و اینها نبود. تمام ایشون در برابر تمام دنیا متعهد شدن هر روز با تمام این رسانه های جمعی که وقتی از ایشون میپرسن آقا شما کدوم جمهوری را میگی، جمهوری مثلا جمهوری فرانسه، گفتن اسلام که میگی چیز، گفت اسلام مدینه شورا. ایشون حتی علنا گفتن که ما میخوایم به اعلامیه جهانی حقوق بشر عمل کنیم. حتی ایشون گفتن ولایت با جمهور مردم است، نه ولایت فقیه. پیشنویس قانون اساسی هم که ایشون امضا کردن در اون اصلا بحث ولایت فقیه نبود. به تهران که آمدن به هر حال خمینی جماران کودتا کرد علیه خمینی، نوفلاشاتو و همون مسائلی که حضرت عالی فرمودید پیش آمد، و اینها یک ولایت فقیه رو در اونجا گنجاندن آرام آرام. پس و اون جنایت هایی که آقای خمینی کرد که همه دیگه آدم عالم هم میدونن. بله، آقای خامنه‌ای به عنوان وارث آقای خمینی حق دارد، اما آقای خمینی حق نداشت. البته اگر ما بنای ما بر این باشد که مشروعیت خواست مردم است، مسلم این هستش که این دیدگاه روحانیتی که امروز آمده و حکومت جمهوری اسلامی را گرفته، اینها اصلا مشروعیت رو رأی مردم نمیدانند. عملا علنا هم هزار بار گفتن آقا رأی مردم مشروعیت ندارد. همین اخیرا هم گفتن. من اگه اجازه میدید اون پرسش دوم شما رو هم پاسخ بگویم، خیلی کوتاه اگر بفهمید. خیلی خیلی کوتاه بفهمید. بله،
جمهوریت نباید پیشوند و پسوند داشته باشد، چه اسلامی چه ضد اسلامی. هیچ قانون اساسی نباید ماهیت دینی و ضد دینی ایدئولوژیک داشته باشد. ساختار حکومتی باید خالی و تهی از هر گونه ماهیت باشد و ملاک خواست و اراده ملت باشد. به اعتقاد و نظر شما و بسیار دیگه. اما صحبت آقای خمینی شد و نخستین صحبتی که ایشون اتفاقا در بهشت زهرا کرد حرفی بود قابل توجه. به هر حال حالا عده زیادی مخالف عده زیادی موافق میشنویم. ایشون گفت نسل‌های پیشین حق نداشتن برای نسل‌های امروز قانون بنویسن و نظام تعیین کنن. رفراندومی اگر هست شاید در مورد همین باید برگزار بشه. میشنویم آیت الله خمینی نخستین سخنان در بهشت زهرا. این به چه حدی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. خب آقای اعتمادی عزیز، آقای حسن روحانی، روحانی سنتی شیعه، ملای سنتی شیعه که به قدرت رسیده، البته خب دیگه اینک سابق نیست که با اون اینک دنیا و پیراهون اطرافو میدید، اینک دیگری است، احتمالاً ریبن و جور دیگه میبینن. وقتی که در میان چند بادیگارد و خدمه و همه اینها زندگی کردن، این بر اون بر رفتن، خب خیلی بایزید بسطامی رو میخواد که عرض کنم خدمتتون، یا که رنگ نبازه یا به مسیر دیگه نره. وارد این بحثا نمیشیم. همین موضوع رفراندوم ایشون نگفته. حالا که قرار رفراندوم باشه، چرا همین که آیت الله خمینی گفت نه نسلهای جدید؟ من و شما هیچ، شما که هنوز خوشبختانه جوان هستید، بنده اون نسل ما هیچ، بچه های جوان، همین بچه هایی که در زندان هستن، مهدی گررو، بقیه، هدایت و بقیه. بله به رفراندوم نمیذارم. من اصل جمهوریت رو منظورتونه، اصل همین موضوع رو. بگن آقا شما با چه نظامی موافقین، 10 تا نظام هم بگن آقا، یا احزابی تشکیل بشه، رفراندوم هم این مقدمات داره، تبلیغ بشن و بیان و نظر بدن، بگن آقا این موضوع رو میذاریم به رفراندوم. گفتم نسل‌های جدید مثل بهاره هدایت عزیز و بقیه اینها و میلیون ها جوان ایرانی، اینا بیان انتخاب کنن و چه نظامی میخوایم اداره کنیم مملکت رو. هفته جان، هرگز حسن روحانی به این مرحله برسه که اصل نظام یا محتوای حکومت رو به رفراندوم بگذارن. او خودش میداند که برشک اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران امروز مخالف این حکومت، اساس این حکومت، ساختار و فرم این حکومت هستن. من فکر نمی کنم به این مرحله برسه. من تصورم این است که مشکلاتی در درون خود رژیم هست، یعنی دعواهایی که بین باندهای حکومتی هست، اینها برشای باعث شده که به هر حال این موضوع رو مطرح بکنه. من عرض کردم خدمتتون که موانعی هست پیش رو هست، خود حسین شریعت مداری اشاره کرده، ولی از جای دیگه شما ببینید، یه زمانی اینا اومدن گفتن شورای مصلحت نظام، یعنی دوران خمینی، این رو تایید کردن به دلیل اینکه اونجا گفتن اگر زمانی بین قوه مقننه و قوه مجریه اختلافات سیاسی وجود داشت و نتونستن این دو قوه حل بکنن، موضوع به مصلحت شورای مصلحت نظام بره و اونجا مورد بررسی قرار بگیره و یک راه حلی رو پیدا بکنه. همین مسئله طرح رفراندومی که خود حسن روحانی میکنه در واقع زیر پای شورای مصلحت نظام و موقعیت سیاسی او رو هم میزنه، به دلیل اینکه خمینی گفته بود اگر جایی ما به توافق نرسیدیم موضوع به شورای مصلحت نظام بره. وقتی که تو طرح رفراندوم رو که در واقع اساسا هیچ ارتباطی به این حکومت سرکوبگر دیکتاتور نداره، در نتیجه من فکر میکنم اینجا یک بازی اختلافی هست بین خود حتی حسن روحانی و حتی هاشمی رفسنجانی، علیرغم اینکه هاشمی رفسنجانی بخشن به هر حال گاهی وقتی از حسن روحانی و سیاست ها و دولت او حمایت میکنه. ولی واقعیت هم اینه که جناب چالنگی، شما اگه به فلسفه تشیع مراجعه کنیم، یک بررسی تاریخی بکنیم، اساسا تشیع بر پایه اختلاف و درگیری بنا شده. شما اصل مرجعیت رو دقت کنید ببینید، اصل مرجعیت یعنی اینکه آقا
یک مرجع تقلید مرجع تقلید دیگر را قبول نداره. شما ببینید ما مراجع تقلید داریم. مثلا شما در کاتولیک اگه دقت کنیم میبینیم که یک پاپی وجود داره، رهبر کاتولیکای جهان، و او تصمیم میگیره. ولی در اصل شیعه این چیزی نیست. اصل مرجعیت هم صدها مرجع تقلید در قم و نجف نشستم و صدها رساله دارم. در نتیجه این موضوع اختلافی که امروز ما در درون جمهوری اسلامی میبینیم و طرحهایی که برها بازی است در واقع برای فریب مردم، نمیدونم رفراندوم، اینها اختلافاتی است که در اساس این حکومت 36 سال هم وجود داره، چون این حکومت مبناش همین بوده و من فکر نمیکنم اساسا به راه حلی هم اینها برسن. آقای شکوری عزیز، صحبت مرجعیت شیعه شد، بدون اینکه بخوایم وارد این تاریخ، تاریخ مرجعیت شیعه بشیم، از کی به وجود اومد، در حوزه علمیه چه بوده، چه روحانیت سنتی رو هم ما بهش اشاره کردیم. اما گاه وقتی کسی میاد فارغ و خارج از این خط روحانیت سنتی، ملایان شیعه حرف میزنه در این حکومت، سر از زندان و شکنجه و داغ و درفش ولایت فقیه در میاره. آقای کاظمنی بروجردی که به جای خود سالیان سال اومده گفته که دین از دولت و حکومت جدا باید باشه، یا الان اخیراً آقای نکونام آمده خارج از این موضوع صحبتهایی رو کرد، حرفایی زده. ما پیش از انقلاب دادگاه ویژه روحانیت نداشتیم، روحانیون غیر سنتی یا حرفای غیر سنتی غیر حکومتی هر چی میگن سر از زندان در میادن. چرا؟ چرا؟ مگر آقای نکونام چه چیزی گفتن جز این که گفتن که دو اصل وجود داره، یکی زیربنای هر جامعه علمه و روبناش هم معرفت هست و بقیه صحبت ها. در این زمینه نظر شما رو میشنویم آقای مازیار شکوری، این که چرا بر نمیتابند چون این حرفایی رو در میون خودشون روحانیت. آقای چالنگی، توجه باید یک مورد رو داشته باشیم. نگاه کنید، حکومت های دیکتاتوری هدفشون که قدرته، هدف قدرت، منتها برای این توجیه قدرت میان ایدئولوژی ها رو بهانه میکنن، تفکرات رو بهانه میکنن. الان جمهوری اسلامی مسئله مذهب و دین رو بهانه کرده، خیلی از این اعمالی رو که دارد انجام میده اصلا مغایر با همین دینه. این خودش یک موضوع است. وقتی آقایان میآیند و میگویند که ولی فقیه حتی اگر بخواهد میتواند توحید را هم تعطیل کند، شما دیگه حساب بقیه ماجرا رو بکنید. بنابراین بحث اینها دین نیست، بحث اینها قدرت است. و اینجا حالا کلمه دین بگوییم یا هر ایدئولوژی بگوییم، در جهت اون توجیه اعمال و رفتار خودشون که همون منافع خودشون هست، مصلحت خودشون هست، دارد در این زمینه عمل میکند. این خودش یک مورد هست. مضافاً ما روحانیون روشن هم داشتیم و داریم و خواهیم داشت، و بیشترین اتفاقاً برخورد را هم این جمهوری اسلامی، حکومت آقای خمینی، از روز ابتدا با مذهبیون، بالاخص با روحانیون داشته. از برخورد با مرحوم آیت الله شریعت مداری، و شما همینطور بگیرید بیایید تا الان، که یک لیست بلند بالایی از برخورد با مجتهدین تراز اول شیعه، همین روحانیت سنتی این جمهوری اسلامی داشته. برخورد کردن مرحوم منتظری بوده، مرحوم شریعت مداری بوده، و و و و و زیاد بودن. اتفاقا بنده احساس میکنم که جمهوری اسلامی یک حرکتی رو که انجام داده، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی خودش با شعار اسلام آمد، البته اون اسلامی که قرآن بوده، نهج البلاغه، نه این اسلام مفاتیح الجنان، من فکر میکنم برداشت بنده این هستش که جمهوری اسلامی بیشتر از نیروهای مذهبی بلخص روحانی میترسد، به خاطر اینکه خود اینها با همین ابزار دین سر کار آمدن و میترسن که با همین ابزار دین هم از سر از قدرت نفی بشوند. بنابراین فکر میکنم به این جهت هست اینها بیشتر با نیروهای مذهبی برخورد میکنن، و امروز هم اتفاقا جامعه را از این جهت خلع سلاح کردن. یعنی شما میبینید کاری کردن که دیگه دینی در کشور وجود ندارد، هیچ گونه احساس دینی وجود ندارد، به عبارتی بصیرت دینی هم وجود ندارد. یعنی یک موتور محرک رو از مردم گرفتن علیه خودشون. اینها بنده برداشتم این است که امروز این حرکت رو انجام دادن، و اسلامی هم که دارن دقیقاً اسلام اموی است، همونی که سال 88 در عاشورا مردم شعار میدادن خامنه ای یزید، یزید روسفیده.
حالا من واقعا نمیدونم چند نوع اسلام وجود داره، کارشناس نیستم و چند نوع برداشت از اسلام وجود داره، اما اون چرا که میدونم این هستش و فکر میکنم خیلی همین نظر دارن که در طول تاریخ هیچ وقت نه اسلام که هیچ دینی وقتی وارد حوزه سیاست و قدرت و حاکمیت شد نتونست اون بهشت زمینیه که در نظر داره یا وعده داده بود در بهشت زمینی رو عرض میکنم بساز، کمان که در تاریخ اسلام هم شما به هیچ وجه نمیتونید یک حکومت رو ولو برای مدت کوتاه نشون بدید که این حکومت ایدئالی بوده. حتی آقای خمینی گفت، پیامبر اسلام که مشغول جنگ بودم، گفته آقای خمینی و امام اول شیعیان به اعتقاد ایشون هم که فرصت کافی نداشت. آقای مازیار شکوری در این مورد چه نظری دارید؟ خیلی کوتاه. کلن هر تفکری زمانی که حکومت ها بخواهن رنگ و بوی دینی یا ضد دینی ایدئولوژیک به خود بگیرن، بهشت که نمیتوانن ایجاد کنن، هیچ جهنم را به خوبی ایجاد میکنن، به خاطر اینکه خودی به خود بر مبنای اون ایدئولوژی، بر مبنای اون توجیه، بر مبنای قدرت خودشون، چون ایدئولوژی ها را به عنوان توجیه میآورن، جامعه رو خودی و غیر خودی میکنن، شهروندان رو خودی و غیر خودی میکنن، تقسیم به دو هست. تاوانش هم همینه. این بحث دینی و غیر دینیش هم نیست. حکومت یا باید تکلیف خود مشخص باشد، یا باید خواست مردم حاکم باشد، حقوق مردم به رسمیت شناخته بشود، یا این مباحث ایدئولوژیک در حکومت باشد. این یک بحثه. منتها دیندار و غیر دیندار به صورت ایدئولوژیک می توانند تحزب خودشون رو داشته باشن، تشکیلات داشته باشن، فعالیتشون هم بکنن، در ساختار اون حکومت سکولار برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن. این می شود. اما اگر اون گونه به که شما فرمودید باشه که الان ما میبینیم، جهنم را به خوبی اینها برپا میکنن که کردن. برحال موضوع بسیار ساده است. دولت یک به اصطلاح مستخدم مردم هست، درست این اصطلاح گاهی مسئولان جمهوری اسلامی به کار بردن. امروز اینجا در واشنگتن برف اومده، ویرجینیا، مریلند، از صبح اول صبح، دیشب برف اومده، از صبح اول صبح تراکتورها شروع کردن یا بولدوزرها یا هر چی که هست، ماشینای برفروبی، همه اینا شروع کردن این برفا رو روفتن و کسانی مسئول هستن، یه ده استخدام شدن برای این کارها. اتفاقا همین امروز فرماندار پیشین ویرجینیا ایشون رو انتخاب کردن برای فرمانداری ویرجینیا، استخدام شده توسط آرای مردم یه کارهایی انجام بده. خود ایشون و خانومشون طی چند سالی که بوده حدود 100 هزار دلار رشوه گرفتن و این 100 هزار دلار وقتی کش شد به مرورم بوده، وسایل اسکی، وسایل فلان، بازداشت شدن، از سمتش خلع شده. و همین امروز قاضی اسپنسر، یکی از قاضیان معروف منطقه واشنگتن، امروز قرار رأی بده نهایتا بعد از محاکمه. گفتن آقا ما شما رو استخدام کردیم برای رأی دادیم فرماندار باشید، نه اینکه دزدی بکنید. حالا در ایران آقای اعتمادی چرا این حکومت الهی نماینده خداوند بر زمین، چرا این همه اموال سفره مردم به غارت میره، میلیارد میلیارد ها؟ همین آقای روحانی انگاری که من و شما مسئول هستیم، ایشون رئیس دولته، میگه این به اصطلاح فساد همه ارکان حکومت رو کشور رو در بر گرفته. اون یکیشون رفسنجانی میگه، تازه این نوک کوه یخه، مثل این من و شما و آقای شکوری و بقیه این 35 سال حکومت میکردیم و این نگاه. همین آقای نکونام میگه آقا تا فقیری وجود داره ساختن مسجد و اینها لازم نیست، اون چراغی که به خانه رواست به مسجد در آمست. چرا هیچ اقدامی برای این فساد نمیشه؟ رفراندوم والا پیشکش بدن که جناب چالنگی، مراکز اصلی اقتصاد ایران، یعنی بزرگترین منابع اقتصادی ایران و درآمد ایران، در دست به هر حال بنیادهای سیاسی و مذهبی و دینی مشخصی هستند. در برنامه گذشته اشاره کردیم به مسئله آستان قدس رضوی، به یکی از کارتل‌های بزرگ اقتصادی خاورمیانه است، به نقش بیت رهبری اشاره کردیم، باندهایی که در این بیت رهبری هستند، که اونها هم سرمایه بسیار کلانی از
ثروت‌های مردم رو در اختیار دارن و سپاه پاسداران که به هر حال همه ما میدونیم که نقش بسزایی داره در کنترل منابع گاز و نفت ایران و ما میدونیم که به هر شکل بنادری داره که هنوز مخفی است و این سه نهاد بزرگ که بیشتر در دست روحانیت شیعه و در دست نظامیانی هستن که از این حکومت روحانی شیعه دفاع میکنن. دانشجو من فکر نمیکنم که اساساً چه آقای روحانی چه قدرتمندتر از آقای روحانی در این کشور قادر باشه، یعنی این شهامت و جرأت رو داشته باشه که به منابع اصلی ثروت ایران که در دست این بنیادهای دینی و نظامی قرار گرفته حمله بکنه و اساساً بخواهد اینها رو زیر سوال ببره و بخواهد در مورد اینها رفراندومی انجام بده که اینها رو از اینها باز پس بگیره به دست بخش خصوصی یا بخش به مردم برگرده. من اساساً فکر نمی کنم، یعنی اگر رئیس جمهوری یا یک شخصیت سیاسی در این حکومت این موضوع رو مسئله اقتصادی رو به رفراندوم بگذاره که یک تقسیم عادلانه بشه، در نتیجه من فکر میکنم اونجاست که اساس نظام سیاسی، اساس نظام زیر سوال خواهد رفت. چون ببینید همین نهادها و بنیادها که عرض کردم خدمتتون، اینها انحصار سیاسی رو هم در کشور دارن. قدرت رهبری، قدرت آستان قدس رضوی و قدرت سپاه پاسداران که امروز نه تنها سیاست‌های داخلی در داخل کشور رو انتخاب میکنه، بلکه سیاست خارج جمهوری اسلامی رو در منطقه خاورمیانه پیش میبره. چه کسی قادر هست که اینا رو، این قدرت رو به زیر سوال ببره یا در مورد این که این قدرت رو تضعیف کنه به مثلا به یک رفراندوم عمومی بگذاریم؟ بسیار بعید میبینم. و علت اینی که بخوام پرسش شما رو پاسخ بدم که چرا حسن روحانی این موضوع اقتصادی و انحصار سیاسی، انحصار اقتصادی رو به رفراندوم نمیگذاره، به نظر من آنجاست که دیگر میبایست اون رفراندوم نتیجهش این است که با جمهوری اسلامی میبایست خداحافظی بکنیم، که فکر نمیکنم آقای حسن روحانی مخالف این حکومت یا این سیستم و نظام باشه و بخواد باهاش خداحافظی بکنه. کوتاه بفرمایید آقای مازیار عزیز، جمهوری اسلامی و فساد همزاد و همخون شدن، اون استنباط من از حرف آقای اعتمادی. نظر شما رو میشنویم، چقدر بازتاب واقعیت هست این حرف؟ نگاه کنید، جمهوری اسلامی همزاد با فساد نشده. جمهوری اسلامی خود فساد است، فاسد نشده، اصلا خود فساد است، اصلا مصدر خود همین جمهوری اسلامی، این اصل قضیه است. من بنده میخوام در مورد فرمایشات آقای اعتمادی این نکته رو عرض کنم. نگاه کنید، آقای اعتمادی فرمایش کردن که آقای روحانی اگر میخوان که رفراندوم برگزار کنن، اگر چنین نظری واقعا دارن در مورد مثلا جلوگیری از همین فسادهای اقتصادی، کوتاه کردن دست سپاه پاسداران، اینها رو بیان و بگوین که موضوع رفراندوم باشد. نگاه کنید، آقای روحانی متاسفانه دروغ زیاد میگوید، خیلی بهتر از احمدی نژاد با ظرافت خاصی هم دروغ میگوید. تازگی هم شروع کردن ایشون به آمارسازی های بسیار بسیار جالب و دروغ در جمهوری اسلامی در مورد این مسائل پایین اومدن تورم و اینها. نگاه کنید، آقای روحانی یک شخصیت امنیتی بودن، همیشه پست‌های امنیتی داشتن، ایشون سالها نماینده آقای خامنه‌ای بودن در شورای عالی امنیت ملی. دو لایحه بودجه آقای روحانی تا کنون دادن، هم سال 93 هم سال 94. شما اگر این لایحه‌های بودجه رو نگاه کنید، نگاه کنید اصلا این رفراندوم برای کوتاه کردن دست سپاه و اینها همه پیشکش. آقای روحانی بودجه‌ای که دادن، شما ببینید سال 93 بیشتر از کل این سالیانی که به عبارتی سپاه بودجه گرفت، بسیج بودجه گرفت، نهادهای امنیتی بودجه گرفتن، ایشون لایحه بودجه رو برای اینها بس و بسیار آمارش رو بیشتر کرد و امسال هم از سال گذشته بیشتر. شما حساب کنید ببینید که اگر ایشون واقعا میخوان که جلوی این اقتصاد خراب گرفته بشه، رفراندوم نمیخواد. ایشون رئیس دولت هستن، لایحه‌ای که لازم میدادن به مجلس فقط کفایت میکردش که دست اینها رو در همون لایحه بودجه قطع میکرد. الان شما نگاه بکنید، این بنده الان نگاه کنم، بله، الان بودجه پیشنهادی سال 1394 برای شورای عالی حوزه های علمیه 283 میلیارد تومان. بابا این دیگه نجومی است. مؤسسه آموزشی و پژوهشی خمینی که مال مصباح یزدی از 14 میلیارد تومان، دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم 90 میلیارد تومان، مرکز خدمات و حوزه علمیه قم، اونم که خب خدماتم که نمیدن، 500 میلیارد تومان، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه که همه ما را بدبخت بکنن با اون سیاستگذاری 152 میلیارد تومان، ما بقیه هم
به همین ترتیب است. شما الان بودجه وزارت اطلاعات نسبت به سال قبل هم رفته بالا. جالب این است وزارت علوم، این آقا که میگوید من حقوقدانم، من به دانشجوها میگفت عهد ما با شما گسستنی نیست، بودجه وزارت علوم در لایحه همین آقا، لایحه بودجه همین آقا 12,000 میلیارد تومان بوده، بودجه وزارت اطلاعات این آقا که سگای پاچگیر هستن 22,000 میلیارد تومان. خب این آدم برود به کی بگوید؟ نگاه کنید، بس بنابراین صحبت هایی که آقای روحانی میکنن همه عوام فریبی است، کل نظام جمهوری اسلامی اصلا فساد است. خود آقای روحانی، خب شما اینا میگین به کی بگید؟ به مردم بگید که دارید میگید. شاید مردم پرسش این حالا... باشه آقای شکوری که مرد از شما پرسیده بشه، از آقای که آقا تمام این فشاره هست، تمام این دزدی ها هست مردم، اما خب قیمت نان 50% میره بالا، بازم همه اتفاقات میفته. اگر بیاییم و تعبیرش کنیم، خب اکثریت مردم وقتی همه فشار رو تحمل میکنن، ممکنه اینطور هم تعبیر بشه که این حکومت رو بسیارم علاقه دارن، برخلاف بسیاری که میگن نه اینطور نیست. چه خواهید گفت آقای شکوری؟ نگاه کنید، مردم به این حکومت علاقه ندارن. متاسفانه مسئله‌ای که پیش آمده این هست. چطور میشه این تحمل کرد این همه فشار رو؟ عرض میکنم متاسفانه جریان‌های مخالف و منتقد رژیم به علت مسائلی که در میان خودشون دارن نتونستن یک استراتژی واحد برای مقابله با این حکومت فقید. جریانات مخالف بکنن، ببینید جریانات مخالف اصلا وجود نداره. جریانات مخالف که از آسمان نمیان، از درون مردم به وجود میان. مردم میان و مثل همین تونس جاهای دیگه. من حرف من این نیست که به مردم میگم چه بکنید چه نکنید، این حرف مسئولان جمهوری اسلامی است. اینجاها میان در واشنگتن میگن به قانونگذاران، دولت مردای آمریکایی، که آقا برخلاف مخالفان که میگن، این مردم این همه فشار بهشون میاد، ببینید کجای دنیا اینقدر تحمل میکنن. این فقط ناشی از اینه که میدونن ما تحریم هستیم. وقتی رهبری میگه اقتصاد مقاومتی، ببینید نون رو 50% هم بالا میبریم، اتفاق نمیفته، اونو بالا میبریم. ببین برای اینکه همه پیرو رهبری هست. بفرم. اتفاقات که میفته، اعتصاب ها میشود، تو هر مسئله مردم اعتراض میکنن. این بحث هایی هم که اتفاقا همیشه آقای خامنه‌ای میگوید فتنه کهنه هم نشده، اینا نشون میداد که نه خیر مردم ناراضی هستند. منتها بحثی که هست، برخی از جریان ها یک مسئله ای را به مردم القا کردن که شما مجبورید در میان بد و بدتر انتخاب کنید. اینها را مردم را بین زمین و آسمان سرگردان کردن، با توجه به البته مشکلاتی هم که مردم دارن و اون مشکلات میشود وزنه ای که به پای مردم ایران بسته شده. بس این است، به مردم میگوین بین بد و بدتر. آقا روحانی بد است ولی جلیلی بدتر است، بیایید بد رو انتخاب کنید که بدتر نیاید. و اصلا این هم دیگه شده استراتژی رژیم حاکم ایران. خب اجازه بده این پرسش دیگه ای رو من دارم از آقای اعتمادی، اگه در همین زمینه صحبتی هست میشنویم آقای اعتمادی و بعد من پرسش رو مطرح میکنم. من فکر کنم جناب چالنگی، یکی از مشکلاتی که امروز مردم در رابطه با اینکه قادر نیستن به واقع یک تصمیم جدی و نهایی بگیرن در رابطه با حکومت، این است که هنوز مردم در داخل کشور به دنبال آلترناتیو های خودشون هستن که بتونن در مقابل این رژیم مقابله بکنن. یعنی مردم، من فکر میکنم اون چیزی که در خارج از کشور به عنوان بهار بخش های اپوزیسیون هست، هنوز ارتباط عمیق و جدی ندارن، درنچه به داخل نگاه میکنن. در داخل کشور هم ما آلترناتیو سیاسی که به واقع بخواهد به صورت جدی بر مقابل این رژیم بیسته نداریم. در نتیجه بخشی وقتا مردم آلترناتیو رو در داخل خود رژیم برها دنبال میکنن، پیدا میکنن، که اکثرا مواقع اینجوری هست. آقای شکوری هم اشاره کرد بین بد و بدتر، بد رو انتخاب میکنن. من اخیرا حتی یک گزارشی رو خوندم از طریق یکی از احزاب اصلی کشور ما، احزاب قدیمی کشور ما، دو تا از مسئولین اصلی این حزب طرحی رو دادن برای رفع مسئله مشکل کشاورزیمون به آقای روحانی. یعنی یکی از احزاب سیاسی بسیار بزرگ ایران هنوز برای راه حل هایی که انتخاب میکنن از طریق کانال‌های درشه. من فکر میکنم که مردم هم چاره ای ندارن، یا به دنبال آلترناتیوهای در درون حکومت باشن، یا اینکه آلترناتیوهای کسان خارج از حکومت هستن ولی اونها راه حل رو
در همین حکومت میبینن. در نتیجه من فکر میکنم مردم رو این نوع آلترناتیف ها، این نوع روابط سیاسی به واقع به بنبست کشوندن که اینها نمیتونن یک تصمیم جدی بگیرن. در نتیجه چیزی رو هم در مقابلشون ندارن مردم که بخواد به واقع مستقل از این حکومت در مقابل این حکومت اونها رو راهنمایی کنه یا رهبری بکنه. این جهت است که من فکر میکنم که مردم به واقع نمیتونن و قادر نیستن با این شرایط بتونن یک راه حل قاطع و مشخص علیه این رژیم بهش برسن. خب این بحثی بسیار طولانی است که آیا آلترناتیو یا نیروی خارج از دایره حکومت لازم هست یا نیست، یا خود مردم آیا میتونن چون این نیروی به وجود بیارن یا نیارن، یا امید دارن به خود همین نظام. اینها بحثی طولانی و به هر حال در تاریخ ایران هم بسیار اتفاق افتاده زمانهایی که چون این بنبست‌هایی بوده و راه حل‌هایی پیدا شده توسط خود مردم، جابجایی، دست به دست شدن قدرت سیاسی در چنین شرایط و بنبست‌هایی و در کشورهای دیگه. نمونه های مختلفش در همین اطراف خود ما بوده، در تونس، مصر، و چه اتفاقاتی افتاده. البته با توجه به اینکه جوامع دیگه شباهت چندانی به جامعه ایران یا ندارن و هر کدوم خصوصیات خودشون، این بحثا رو امیدوارم روزی بتونیم بهش برسیم که آیا این بنبستی که وجود داره در ایران، انتخاب بین بد و بدتر، یک چیز ابدایی، یک موضوع ابداعی که به وجود اومده، و چرا به یک ملتی به این سطح میرسه که انتخابش همیشه بین بد و بدتر هست، این چه نوع انتخابی هست. اینا بحثایی است که امیدواریم بتونیم در آینده بهش برسیم. اما دو تن از کارگزاران همین حکومت، آقای مازیار شکوری در زندان هستن، یعنی در حصر هستن، حصر خانگی اونطور که میگن، آقای میرحسین موسوی و کروبی. آقای اژه‌ای از مسئولان سخنگوی در واقع قوه قضایی، دستگاه قضایی ولایت فقیه، گفته که به زودی محاکمه میشن. قضیه چی هست؟ شما به ما بگید به طور مختصر. آقای شکوری. بله، نگاه کنید، اولا که از روز ابتدا جمهوری اسلامی چندین حرف گفتن، اما اون سخنی که میتوان روش اعتماد کرد این هست که خود آقای احمدی مقدم گفتن، یک بار هم آقای علی مطهری گفتن، که خود رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای مستقیما دستور دادن به حصر اینها، و این هم غیر قانونی است. البته از دیدگاه ما اگه بخوایم قانونی نگاه کنیم، ولی از دیدگاه رژیم ولایت فقیه، خیر، این ولایت فقیه فراقانون هم هست از اون جهت. اما اخیراً زمانی که بحث شده در مورد اینکه اینها باید محاکمه بشن، غیر قانونی است، یا اینکه برخی ها رفع حصر رو مطرح میکنن، برنامه های جمهوری اسلامی هم تغییر کرده که بتواند توجیهاتی کنه، این بحث ها پیش اومدن. اولین مسئله ای رو که باید در نظر بگیریم این هست که هدف آقای خامنه ای از حصر چه بوده. هدف آقای خامنه ای از حصر این بوده که قدرت خودش رو به مخالفان، به مردم نشان بدهد، این در کوتاه مدت، و در دراز مدت هم بتواند از اینها اعتراف بگیرد، اقرار بگیرد و به عبارت اینها متنبه بشوند. همونطور که آقای خامنه‌ای چندین بار هم گفتن که اینها در جلسات خصوصی میگویند که ما قبول نداریم که انتخابات تقلب شده، یعنی نشده، اما حاضر نیستن بیان بگوین چرا متنبه نمیشوند، باید بیان متنبه بشوند. بعضی ها دیگر هم گفتن هست زمانی برداشته میشود که این آقایان بیان و اعتراف کنند، معذرت خواهی کنند. بس این برنامه آقای خامنه‌ای است، اما تا فعلا این جریان ها، این ستن زیر بار نرفتن که بیاین اعتراف کنن و یک همچین مسائلی داشته باشن. اما اون چه که پیش آمده این هست، خود رئیس قوه قضاییه این آقای قاضی القضات لاریجانی، ایشون آمده و گفته که با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده هست، که اینم دروغ میگوید، حرف خود آقای خامنه‌ای بوده، و ایشون گفته که قانونی است، شورای عالی امنیت ملی میتواند. شورای عالی امنیت ملی سه وظیفه دارد، هیچ کدومش اصلا هست رو اینها رو در بر نمیگیرد. اگر قرار است کسی زندان بشود، هست بشود، برابر قانون اساسی و قوانین موضوعی با دادگاه صالح تشکیل بشود. بس این آقا دارد دروغ میگوید خودش، ماشاءالله در دروغ گفتن نوبرن این برادرها. حالا این یک موضوع، منتها خود این آقای لاریجانی گفته است که اینا بس این هست که اینها اگر بیان دفاع کنن امنیت نظام به خطر میافتد. همین حرف رو آقای پور محمدی گفته و آقای اژه‌ای هم اومده همین رو گفته.
گفته که ما زمانی اینها رو دادگاهی میکنیم که برای امنیت ملی مشکلی پیش نیاید. و خود حالا آنچه که گفتن در خبرها هست، حرف من اینه که قضیه چیه؟ چرا این همه دوباره شروع شده پریدن به این سه نفر که خودشون به هر حال کارگزاران حکومت بودن؟ خیلی کوتاه بفرمایید، وگرنه خبرهاش بسیاره. بله، یه بحثش خوب، اینها معترض بودن، ولی ما مسئله دیگری که هست خیلی مهم هست و خیلی ها به اون توجه ندارن، بحث رهبری پس از آقای خامنه ای هست. آقای خامنه ای تصمیم دارن که اینها و یک عده دیگر رو که در نظام جمهوری اسلامی بودن از میدان بدر کنن تا پس از خودشون اینها دیگه نتوانن اعمال نفوذ کنن و مثلا در انتخاب رهبر جدید خلاف نظر آقای خامنه ای اعمال نفوذ کنن و مسائل دیگری از این قبیل. یعنی کلا آقای خامنه ای میخوان اینها رو حذف کنن و یا اگر اینها حذف نشدن در اون صورت اعتراف کنن و دوباره آقای خامنه ای پیش ملت یک به هر حال پوزی در بکنن. بازم این نکته رو من یادآوری بکنم که این سه نفر، خانم رهنورد، آقای موسوی و کروبی، در حصر خانگی هستن به این خاطر که اعتراض داشتن به انتخابات، انتخاباتی که آقای احمدی نژاد رو از زیر عبای آقای خامنه ای در اومد و همین انتخاباتی که دارن حکومت دینی ایران. الان همه کاسکوزه ها بر سر آقای احمدی نژاد و داردسته اون شکسته میشه، اما از این ورم اینایی هم که میگفتن این بابا رو چرا به زور و تقلب آوردید بالا، باید در حصر خانگی باشن. این نکته قابل توجهی است. اما آقای اعتمادی گرامی، ببینید کشور روز به روز در حال در فقر بیشتری داره فرو میره. بودجه رو ایشون شمردن، من نمیدونم، از من برای جانبازان جنگ، کسانی که معلولین جنگ، با پول یکی از این آقایون میشید تمام وسایل مورد نیازشون رو از دست و پای مصنوعی گرفته تا داروهای مورد نیاز این بچه‌هایی که در جنگ معلول شدن، شیمیایی شدن، رو تامین کرد. خب کشور در حال نفت قیمتش اومده پایین، کلیه فروشی افزایش پیدا کرده، بچه‌شو در سیستان و بلوچستان داره میفروشه، همه اینا هست، باز گرفتاری این هستش که آقای مجید درخشانی، هنرمند ارزشمند ایرانی، کدوم کشوری با هنرمندش اینطور رفتار میکنه؟ اجازه بهش داده نشده در فرودگاه جلوشو گرفتن چون قرار بوده بره دبی کنسرت اجرا کنه. از اون ور آقای مقدم، احمدی مقدم، ناهیان از منکر و آمران به معروف، و گفته نه خیر، ما لایر دوباره میفرستیم مجلس و همچنان مواظب روسری دختران و زنان هستیم و فلان. شما این کشورداری رو به طور خلاصه بفرمایید چطور تعریف میکنید؟ بله، به هر حال جناب چرنگی، در درون این حکومت بخشایی وجود دارن که اینها معتقد هستن این نظام به این شکلی که داره اداره میشه قادر به ادامه زندگی نیست، ولی همچنان بخشی از جامعه هستن که قدرت انحصار سیاسی اقتصادی رو دارن. اینها میخوان به روشی که در این 36 سال این کشور رو اداره کردن و اداره بکنن. در نتیجه اینها به نظر من با هم درگیر هستن، از جمله همین حصر آقای موسوی تبریزی، موسوی و کروبی و خانم رهنورد. به هر حال من فکر میکنم یک جریان دیگری هم هست، این است که میگوید اگر ما قراره باید مذاکرات هستی به تفاهم برسیم، میباید در رابطه با مسئله حقوق بشر هم یه مقدار عقب نشینی بکنیم. در نشه عقب نشینی در این عرصه به نظر من خود نظام رو تهدید میکنه، اون چیزی که علی خامنه‌ای گفته. در نتیجه این کشمکش ها و اختلاف ها در رابطه با مسائل بینانه و داخلی در درون این نظام وجود داره و من فکر نمی کنم که اینها یک روزی بتونن به یک تفاهم و به یک راه حل مشترک و منطقی برسن. با سپاس از شما آقای اعتمادی عزیز. خواهش می‌کنم، تمام. با سپاس از شما آقای مازیار شکوری گرامی. روز بخیر. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوسارانه، دراغ، تفتان، الوند، کود، دنا و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.